به نام یاد خدا و با عرض سلام به فراخبر خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در این برنامه خواهید دید چگونگی راهکار طرفهای دخیل برای رسیدن افغانستان به صلح، آیا با گامهای جاری افغانستان به صلح خواهد رسید؟ با افغانستان که به ایجندا دایوی چې خارجانو د وتلو په سر باندې به خبره کیږي، زما فکر باندې اوس دا خبره جریان لري. و آرایش حیوانات توسط یک زن انگلیسی. با اینکه پیش از این آوازها از بنبست در گفتگوها میان نمایندگان طالبان و نماینده آمریکا بالا گرفته است، اما هنوز هم تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن روند صلح با گروه طالبان از سوی آمریکا و نیز کشورهای دخیل دیگر در این روند ادامه دارد. پیش از این گروه طالبان حاضر به گفتگو با هیئت حکومت افغانستان نشده بود و نیز زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که تلاش‌های صلح در یک مسیر درست در حرکت است. از سوی دیگر هم شورای عالی صلح نیز امیدوار است که در آینده گفتگوی میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان صورت بگیرد، ولی با این هم پرسش این است که آیا تلاش های موجود کشور را به صلح میرساند و نیز پاکستان سیاست ها و راهبردش را در راستای ختم جنگ در افغانستان تغییر خواهد داد؟ مهمانان من در این بحث آقای سردار محمد نادر نعیم معاون شورای عالی صلح و آقای نظر محمد مطمئن نویسنده هستند. مهمانان عزیز در سلام بر شما، سپاسگزار از مسئولتان در طول نیوز. آقای نعیم، بحث با شما آغاز میکنیم. در حال حاضر ارزیابی شورای عالی صلح از مسیری را که گفتگوهای صلح تعیین میکنه، آقای نعیم بیانگر چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به بینندگان محترم طول نیوز و طول و سلام به مهمان محترم آقای مطمئن صاحب. خدمت شما عرض کنم که امیدهای هستند در روند سال. چیزی که بسیار مهم است که همه جانبین فعلا بسیار جدی پیش میرن و فعلا بازی در یک مرحله است که در بین امریکا و طالب ها است. چنان شما بهتر میفهمین که یکی از خواستهای طالبایی بود که مستقیم با امریکایی ها صحبت کنند و مخواستهای خود با اونا شریک بسازند. و یکی از خواستهای از اونا که همیشه سری موضوع بسیار جدی رفتار کردنی هستند که خروج عساکر خارجی و یا حداقل یک تقسیم اوقات برای خروج یک عساکر. ولی به کجا رسیده؟ یعنی فعلا شورای عالی صلح با امیدواری که شما سخن زدین، ولی تا چه اندازه خوشبین هستین؟ یعنی واقعیت گفتگوی صلح را شما چگونه میبینید؟ خب صلح از خود مراحل داره. چیزی که بسیار جالب است و یکی از صحبتهایی که به کنفرانس های اخیر شده بود، به اینجا دو دیدگاه موجود است. یکی دیدگاه طالب است. دیدگاه طالب به شکل است که اونا صلح به مراحل میبینند و ایالات متحده امریکا صلح میخواهد به شکل موازی پیش ببرد. مقصد ما این است که مثلا طالب ها میگن که ما اول میخواهیم که تضمین خروج عساکر به ما داده شود، باز میریم به قدم بعدی. و ایالات متحده امریکا و نمایندهش میگه که موازی این مسائل باعث مطرح شود. بله، ولی دیدگاه حکومت افغانستان چیز در این زمینه؟ خب دیدگاه حکومت افغانستان نیست که حکومت افغانستان آمادگی کامل داشته و چنان شما میدانین که تغییرات عمده آمده، تیم مذاکره کنندگان آماده شدن، شورای مشورت دهندگی آماده شدن. یعنی حکومت افغانستان از دیدگاه خود بله، ولی شورای عالی صلح با کدام دیدگاه سازگاری بیشتر داره؟ بسرا که از سوی طالبا مطرح شده یا بسرا که آمریکا دنبال میکنه؟ خب به اینجا خونا باید است به یک تفاهم نظر برسند، چون که فعلا قسم خدمت شما عرض کردم این یک موضوع است که در بینشان باید به یک تفاهم برسند. و ای هم من نظر داشته باشین که اگر ما به اواخر روندهای صلح مختلف ممالک مختلف تحلیل کردیم و ارزیابی کردیم و با او ما میبینیم که همیشه همی روند صلح نقاط پایان و نقاط بالا داره. لحاظا ما باید است مایوس نشیم اگر با بعض وقتا این پروسه به یک بنبست مقابل بشه. سپاسگزار هستیم آقای نعیم. آقای مطمئن سلام بر شما. آقای مطمئن، جایگاهی را که پاکستان داره در گفتگوهای صلح و نقش این کشور شما چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی پاکستان تا فعلا چگونه یک موضوعگیری داشته در بحث صلح افغانستان؟ مننه تاسی سردار صاحب و لیدونکو تا سلامونه. سلام بر شما.
لولس کلونو رئیسی هم دغخ پشتنه کیجی چی پاکستان د افغان سولی پاره باندې د افغان جګړې پاره باندې او د افغانستان د کشالی پاره باندې څه کولای سي او کوم نفوذ لري. متاسفانه په دې ولس کلونو کې نه زموږ کوم سیړنیز مرکز، نه زموږ کوم سیاستوال او نه هم زموږ کوم افغان پو دې سوال ته جواب ورکوي. حال دا چې موږ ټول پوهیږو پاکستان د پر افغانستان باندې د امریکا له جګړې نه هم امتیازات واخیستل او اوس یې د کرزي صاحب د حکومت پر مهال یې هم امتیازات واخیستل، د ډاکټر صاحب اشرف غني حکومت پر مهال یې هم امتیازات واخیستل. اوس غواړي چې د افغانستان سولې له امله د ګاونډیو هیوادونو څخه او د عربي هیوادونو څخه امتیازات واخلي. همدارنګه پاکستان خلیلزاد او امریکا ته وعده ورکړې وله چې دا ځل به د طالبانو لوړ پړي مشران په اسلام آباد کې له دوی سره کښېنوي او دای ورته ویلو کوم کسان چې په قطر کې دي هغوی ډېر واک نه لري، ډېر صلاحیتونه نه لري. همدغه خبره وله چې پاکستان ته داسې رپورټونه دي چې امریکا یو ډول امتیازاتو ته هم اماده سوې وله، ولې پاکستان ونه توانېدی؟ همدا څو وخت مخکې راپورونه داسې دي د دې لپاره چې پاکستان امتیازات واخلي او نړیوالې ټولنې ته وښیي چې پر طالبانو نفوذ لري یا نقش لري، هغوی قطر ته ځینې مهم چارواکي لیږلي ول. آقای مطمئن، چون این یک وضعیت چرا شکل گرفته؟ یعنی پاکستان از یک طرف وعده میده و از طرف دیگه هم نمیتونه ثابت بسازه موضوعی را که وعده میده و باید انجام بده. زه فکر کوم چې هغه تیروتنه چې په تیرو کلونو کې سویده نه باید خلیلزاد صاحب کړی وای، نه باید افغان حکومت او نورې وکړي. اوس خو ډېره واضح شوله، دا ځل خلیلزاد هلته تللی و، پاکستان ورته وعده ورکړې وه چې د طالبانو د رهبری شورا کسان به درسره کښېني او یو لړ مسایل به هغه وي چې په هغه به توافق کېږي، او دا یې هم ورته ویلي و چې افغان حکومت سره به هم دوی خبرې کوي. ولې چې پاکستان ونه توانېدی که بیا ځل هم امریکا خلیلزاد او یا نور له پاکستان څخه دغه تمه لري، زه فکر کوم چې دا تېروتنه ده. پس جایگاه پاکستان در صلح افغانستان و ختم جنگ چگونه است؟ پاکستان باید په اعتماد کې واخیستل سي، ځکه ګاونډی هېواد ده او سوله سبوتاش کولای سي. ولې که پاکستان ته امتیازات ورکول کېږي او پاکستان باندې دغسې فکر کېږي چې د افغانستان سوله د دوی په لاس کې ده یا په طالبانو باندې دوی کنټرول لري، دا هغه غلطه او تېروتلې لاره ده چې په ولس کلونو کې نتیجه نه ده ورکړې. سپاسگزارم. آقای نعیم، شما جایگاه پاکستان را چگونه میبینین؟ یعنی پاکستان تا چه اندازه میتونه که افغانستان را به صلح برسونه؟ خب یک موضوعی که بسیار جالب است که من نظر بگیریم، یک تعداد زیاد کسان داخل افغانستان به این باور بودن یا به این عقیده بودن و همیشه من میشنفتم که اونا میگفتن که گویا که طالبا و یک کلمه بسیار زشت استفاده میکنن غلام های پاکستان هستن. گمان کنم با روند جدیدی که طالبا به پیش انداختن نشان دادن استقلالیت خدا. شما ببینین که به مسائلی که فشار سرشان آمد که به پاکستان بیاین، به اسلام آباد بیاین برای مذاکرات، او را رد کردن، سعودی عربستان رد کردن و خب به این است که یعنی که یک استقلالیت از خود نشان دادن. این یک بحث. بله، شما در شورای عالی صلح مطمئن هستین که گروه طالبان مستقلانه تصمیم میگیرن؟ ما گمان کنم از چیزی که تصور میشه بیشتر استقلالیت دارن از چیزی که ولی تصور بخش دیگه باز هم یعنی شاخهای تازه باز شده، مثلا تماس با روسیه، با چین، همین گونه با ایران، با کشورهای دیگه، اینا باز بیانگر چیز در مورد عزم و اراده گروه طالبان برستن به صلح. خب سعی کنین یک موضوع دیگه هم هست که خدمت شما عرض کنم به دوام بحث پاکستان. اتو وانمود میشه که پاکستان روند خود تغییر داده تا یک اندازه، چنانچه شما بهتر معلومات دارین که خود آقای داودزای صاحب هم یک سفر به پاکستان داشتن و سر این مسائل اونا بحث داشتن و از دیدگاه اونا هم موقفی که پاکستان امروز گرفته متفاوت است از موقفی که بله. پاکستان بله. همیشه میگرفت. موقف گیری پاکستان چی تأثیری میتونه روی گفتگوی صلح داشته باشه؟ پاسخ این پرسش از شما تا لحظات بعد خواهیم داشت. بیننده فراخبر هم پس از میان برنامه باشید. باز هم خوش آمدید. تا خواهی نیم وقتی که
خوشبین هستین از تغییرات در سیاست پاکستان در بحث صلح افغانستان. پس عملا تاثیر می تغییر سیاست پاکستان چی بوده روی روند صلح؟ خب من گمان کنم این موضوع می باشد که در یک مدت ما می تانیم تحلیل بهتر کنیم که آیا وعده هایی که دادن آیا با او عمل کرد هم می کنن یا خیر. خدمت شما عرض کنم از برداشتی که ما داشتیم و از صحبت هایی که با آقای داودزای کردیم، برداشت از اونایی بود که در سوابق پاکستان میگفتن تا وقتی که عساکر امریکا خارج نشه هیچ امکان صلح در افغانستان نیست، یعنی حتی سر این موضوع بحث جدی هم نمی کردن. ولی با فشارهای متحدینشان و منطقه امروز پاکستان حداقل وانمود میکنه یا نشان میده که ما میخواهیم که در این مسئله همکار باشه. بحث صداقت پاکستان هم نباید فراموش بکنیم. پاکستان بار اول نیست که با افغانستان در چنین یک تعامل یا بحث قرار میگیره. در گذشته هم وقت ضایع کرده و عملا کار را انجام نداده. پس فعلا با کدام تضمین شما در مورد پاکستان خوشبین هستید؟ خب برای ازی که فرض کنین موقف گیری از اونا و این رو خدمت شما عرض کنم که ما باید است که یک دیدگاه دراز مدت هم داشته باشیم. ولی عملا کار را که شما انتظار دارین تا پاکستان در بحث صلح انجام بده چی سخایلی؟ خب این است که مثلا همه تفاهم نظر که اونا کوشش میکنن از چنل هایی که دارن که تشویق کنن طالبان را که بیاین به میز صلح یا مذاکره بشینن، این کار را اونا گفتن که ما میکنیم. سپاسگزار هستم آقای مطمئن. حالا پاکستان مشخص چی کار کرده میتونه؟ میخواییم دیدگاه شما را هم داشته باشیم بر گروه طالبان. پاکستان یوازې دا کولای سي چې خپل ځان ته ګټه وکړي، له سعودي عربستان څخه یې وکړله، اماراتو څخه یې وکړله، اوس یې غوښتلو چې له امریکا څخه هم په دې اړه باندې رشوت واخلي و یې نه سوی کولی. دا اوس راپورونه دا دي چې خلیلزاد قطر ته تللی ده او هلته طالبانو سره ناسته لري، خو د پاکستان په کې هیڅ رول نشته. او پاکستان غوښتلو چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې د امریکا ګټو ته ژمن دي او د پاکستان سره ډیر نږدې دي د قطر په مقابل کې راوپاروي. همدارنګه امریکا هم دا اجنډا درلودله. پس نقش طالبا به ای که پاکستان چنین یک موقف را بگیره که خود نماینده طالب معرفی بکنه تا چی اندازه بوده؟ یعنی این فضا که شکل گرفته طالبا تا چی اندازه مسئول بوده؟ طالبانو هر وقت هڅه کړې او دا ثابته کړې ده چې سیمه ایز زموږ ګاونډي هیوادونه له امریکایانو سره د خبرو په درشل کې له منځه وباسي، د پاکستان په شمول. برعکس امریکا او افغان حکومت کوشش کړی ده چې پاکستان حتمی او نور هیوادونه هم په دغو خبرو کې راګټ کې. زه فکر کوم دا تیروتنه ده. هماغه شده بیشتر آقای نعیم هم اشاره کرد که با توجه به مو کانالایی را که گفت پاکستان داره میتونه طالب تشویق بکنه. پس همین نفوذ پاکستان بر بالای طالب به تحلیل شما تا چی اندازه کنه؟ یو د تشویق خبره ده چې سوخ مخ کې پرسنوي کې در راپورټونه ورکول کېدل چې ایران هم غواړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تشویق کړي، او سعودي عربستان هم غواړي، امارات هم غواړي، پاکستان هم غواړي، ټول غواړي. دیگم حامی نمی گروه طالبا خوانده میشه. مثلا در بسیاری بحثا پاکستان به عنوان حامی درجه که گروه ارسافگن معرفی میشه. زه بیام وایم چې هغه تیروتنه ده چې په تیرو ولس کلونو کې وسوله او له دې اوس درې ورځني خلیلزاد له سفر نه باید امریکا او افغان حکومت ښه درس واخلي چې پاکستان هغه ډول چې دی تصور کوي، لکه سردار صاحب هم اشاره ورته وکړله، هغه ډول نسي کولی. ولې؟ پرته له شکه چې ایران، پاکستان، مسکو، منځنۍ آسیا هیوادونه او دا د اوس هند هم پکې کوشش کوي چې طالبانو سره ښې اړیکې ولري. آدرس که میتونه قوی تر باشه و با طالب سازگاری زیاتر داشته باشه و بتونه گفتگوهای صلح صورت ببخشه، از دید شما کدام جاست؟ زما نظر دا ده چې تر طالبانو بل قوی تر خپله نسته. خپله طالبان امریکا سره خبرې کوي. ضرورت څه ده چې پاکستان ته ورسو؟ ضرورت څه ده چې کوم بل هیواد ته ورسو؟ کله چې طالب او امریکا مخامخ سره کښېنستلی سي، دا اوس قطر ته خلیلزاد خپله ورځي، هیڅ نه په پاکستان رول لري، نه امارات، نه سعودي عربستان. ولې موږ دا مسله په لوی لاس باندې پیچلې کوو، سخته کوو؟ اگر قرار باشه که به صلح برسیم، پس چرا از دید شما طالبا حاضر نیست باید حکومت افغانستان گفتگو بکنه؟ ګورئ، طالبانو هیڅ کلم ندی ویلی چې دی له افغانانو سره خبره نه کوي. ولی چند بار نشسته رد کرده آقای مطمئن. یو دا ده چې په دغه محل کې لکه سردار صاحب چې اشاره وکړله، امریکا غواړي
غواړي چې موازی دا ټول د سولې حرکتونه مخته یوسي چا مهاله هر څه مخته یوسي ځکه هغوی بیړه لري عجله لري ویره لري چې ټرمپ په یو ورځ ټویټ وکړي چې موږ خپل پوځیان راوباسو طالبان بیړه نه لري هغوی ولس کاله جګړه کړې ده او نه غواړي چې په بیړه باندې هغه خپل اهداف له لاسه ورکړي نو طالبانو سره زه فکر کوم چې هغه وخت چې امریکا یو ډول توافق تور تور سیږي اوس خو امریکا اجنډا بدلی هغه څه چې د بهرنۍ پوځیانو وتل ده کله چې اجنډا بدلیږي پرمختګ نوي نو بیا په کار څه ده یا ولی طالب دلته راسي کله چې یو څه پرمختګ وسی امریکا دا ومني چې هغه وزي محلويش پاړه باندې بحثونه وسی پرته لشکره طالبان بل افغان سیاستوالو سره ناست کوي سپاسګزار سم قائمت پاین آقای نعیم موضوع دیگه هم همین چگونگی یک گفتگوهای صلح است یعنی در گذشته تاکیدی شده بود که پنهانکاری صورت نمیگیره و به مردم افغانستان از هر قدمی که برداشته میشه اطلاع داده میشه ولی سوال فعلی است که خود حکومت افغانستان آگاه است که در روند صلح چی میگذره خب تا جایی که ما نشست هایی که داشتیم مسائلی که به ما رسید خود آقای خلیلزاد همیشه گفت و یک نشست آخرام که ما به اونجا حضور داشتیم گفت ما هیچ کاری را و هیچ گامی را نبرداشتیم بدون مشوره با حکومت افغانستان و این بیشتر همی سوال شما و این سوال همیشه تکرار میشه که هموطنها یا حکومت یا بعض علاقات تعجب میکنند که چرا طالبا با حکومت افغانستان صحبت نمیکنند یا حاضر نیستند اما مطمئن تحلیلشانی بود که اگر پیشرفت صورت بگیره و آجاندا از سوی امریکا تغییر دادن شد طالب حاضر است با ایت حکومت افغانستان بشینه حرف بزنه آه گپشان تعیین میگم خب امی است که اونا صلح به مراحل میبینه پس تا چی اندازه هماهنگی میان حکومت افغانستان امریکا در گفتگوهای صلح وجود داره خب هماهنگی وجود داره چون که بازم گفتم که گام هایی که امریکا برداشتن گام هایی بوده که با مشوره حکومت افغانستان پس بین بگوین که مشکل اصلی در کجاست وقتی که شما میگین بین امریکا و حکومت افغانستان تفاهم وجود داره پس چرا پیشرفت بسیار جدی در گفتگوهای صلح صورت نمیگیره باز میریم سر نقطه که من پیشتر خدمت شما عرض کردم نقطه مهم است که تابال ایالات متحده امریکا حاضر نشده که یا تقسیم اوقات یا خروج عساکر خود برای طالبا پس مشکل در خواست طالباس یا در چگونگی دید حکومت افغانستان امریکا در رسیدن به نه فعلا در خواست طالبا و عکس العمل امریکا با خواست طالبا بله پس با چنین خواست شما باور دارین که در گذشته میتونین به تفاهم با طالب برسین خب سعی کنین اگر ما ببینیم که پیشرفت ها یا دست آورد ها چی است با قدم اول آل یک زمانی رسیده که همگی به این تفاهم رسیدن که جنگ رای حل نیست یگانه راست سال است درست؟ و مسئله دوم که به اینجا خدمت شما عرض کنم ای است که تغییر نظر امریکا به مقابل طالبا اگر به یاد داشته باشین چند وقت پیش امریکا حاضر نبود که با طالبان نشست کنه و سر این موضوع تا بس کنه این که امریکا حاضر میشه و با طالبان بس میکنه و خواستهایشان هم پس خیلی کوتاه شما موافق هستین که مسیر گفتگوهای صلح افغانستان امون رای را میپیماید که بالاخره ختم جنگ رسیدن به صلح در کشور خواهد بود ما امیدوار هستیم که انشاءالله با آخر روز ما یک نتیجه بگیریم سپاسگزار هستم واقعا مطمئن دیدگاه شما را میخواهیم داشته باشیم این که با می تلاش های موجود و کار که از سوی امریکا صورت میگیره و دیگر کشورها به صلح میرسه افغانستان تر اوسه طالبان د امریکا په اوسنی جوړښت دغه کوم څوک چې ټاکلی د خلیزات په شمول بې باوره دی ځکه بې باوره دی چې په ابوظبي کې په غونډه کې هغوی اجنډا ته تغییر ورکوي او بیا چې په اتم و نهم جنوري باندې پلانو چې په قطر کې ناسته اوسي خلیلزاد پاکستان ویلو چې په اسلام آباد کې موږ بله ناسته درته جوړو او د طالبانو مشران درته کینو خلیلزاد هغه ناسته کینسل کړله او اوس بیا یو ډول د نورو هیوادونو په منځګړیتوب خلیلزاد قطر ته ورغی دغه څه دی چې بې باوري راوړی دی ولې مجتمع لرو چې امریکایان هغه تېروتنې ونه کړي چې پخوا کړې ده چې هغه اساسي نقاطو باندې بحث وکړي چې هغه د بهرنیانو وتل دی سپاسګزار سم آقای مطمئن و آقای نعیم از حضورتان در این بحث و در آخر هم خبر کوتاه رو ببینین وقت بخیر خدا نگهدار یا
یک زن آرایشگر انگلیسی بیش از 2 دهه است که اسپا را به گونه فوق‌العاده آرایش می‌کند. ملودی همس 30 ساله بیش از 2 دهه است که موی اسپا را کوتاه می‌کند. این خانم می‌گوید زمانی که 9 ساله بود یک کراسب خرید، اما آن حیوان مبتلا به یک بیماری شد که به موجب آن در طول یک سال همه موهای نسب ریختند و در آن زمان وی برای مرتب کردن موی بدن او شروع به قیچی کردن و طرح دادن موهای اسپش کرد. ملودی بعد از آن این کار را ادامه داد و در سراسر جهان شهرت یافت و خیلی‌ها برای آرایش موهای اسپانشان حالا به او مراجعه می‌کنند. او یک آرایشگاه مخصوص این کار دارد و همچنین در تلویزیون برنامه آموزشی دارد و نیز شاگردان را برای آموزش نیز می‌پذیرد. او که برای انجام این کار از وسیله‌های خیلی پیشرفته هم کار نمی‌گیرد، اما روزانه می‌تواند گاهی اوقات تا 6 اسب را نیز آرایش کند. با این هم کار ملودی بدون انتقاد نیست، چون بعضی‌ها معتقدند حیوان ممکن است با ایستادن زیاد در یک مکان خسته شود، اما ملودی مخالف این موضوع است، چون به محض احساس خستگی کارش را رها می‌کند و به حیوان اجازه استراحت می‌دهد.